اون همه دلاری که از اون طرف آوردی کجا تیستدی که حالا ما باید جور تو بکشیم؟ خواهی تو بسط من نیست بچه، درچی هم که بود رفت پای با ما رو شرط بندی. بیام بیرون جبران میکنم، از خجالت همه تون در میام. خریت کردم درست، اما عمدی نبود. نباشی بی تو صفا نداره، عاشق تو بودن که گناه نداره. اگه نباشی بی تو صفا نداره، عاشق تو بودن که گناه نداره. عاشقا قدر شب و میدونن، همه بیدارن کسی خواب نداره، همه بیدارن کسی خواب نداره. تنها نشستن نمیشه، تو خونه موندن نمیشه، بیرون نیایی از خونه قلب دلت با نمیشه. تنهایی خوندن نداره، تو خونه موندن نداره، تنهام نذاری امشب این دل سوزوندن نداره، تنهام نذاری امشب این دل سوزوندن نداره. مرسی قربون دستای قشنگتون برم من. مرسی آقای اون خانم آغازار محترم، عشاق دیروز و امروز، دیگه داریم به ته مجلس میرسیم. دست همگی درد نکنه، دم همه تون گرم که همگی تلاش کردین، دست و دست هم دیگه دادین تا وصلت این دو پروانه عاشق، آقا داماد شاخ شمشاد و عروس خانم یکی و بی همتا به سرانجام برسه. اما این آخر مجلس نیست، یه سورپریز کوچیک براتون دارم. کوچکترین عضو گروه هنری ما آقا پیام گل که پیام‌آور پاکی و مظلومیته، میخواد براتون هنر نمایی کنه. به افتخار آقا پیام گل. دستا شله. آقا پیام دلارا، پیام به افتخار آقا پیام گل. قربون اون دستای خوشگلتون برم من. فیتیله وقتی میسوزه ارزش داره و ثروت وقتی خرج میشه. ثروت مثل بارونه و بارون باید به خشکی بباره. ابری که به دریا میباره، ببخشینا فقط خودش رو سواج میکنه. تقاضای ما از شما بزرگه و کرم شما بزرگتر. این آقا پیام کوچولوی ما رو دست خالی بر نگردونه. یه گلهی تو زندگی خانوادگی این بچه افتاده که قرار انشالله با سرانگشت لطف متعالی شما اهل کرم باز بشه. اون دستمان اونه بده. میگم بگو این مجلس رو چقدر شده؟ هیچی نمیگه که. خودشو میزنه به کوچه علی چپ. میگم بابا جان بگو تو بانک چقدر داریم، چقدر مونده این گدابازی تموشه، حرف نمیزنه هیچی به هیچی. بابا بیخیال بابا، باز دعوا. دادر باز جمال من رو پیاده کنم، حوصله اینو ندارم. چی رو پیاده کنم حوصله ندارم؟ زن داشته؟ خب میخواد بدونه چقدر جمع شده. بابا جمال پس انداز خود من هیچی، به درک. بابا عمم حج عمرشو نرفت ریخ به حساب این آقا. بابا راست میگی دیگه سیاه. بابا بذاریم مرزا زندون آزاد شه، هر کی هر چقدر داده پس میگیره. راست میگه، اینم راست میگه، آزاد شه ان شاءالله درست میشه. هر کی هر چقدر داده میرزه به حساب شخصی آقا، به هیچ کس هم آمار نمیده. به کی آمار بدم؟ به تو؟ علی به من؟ به همه؟ به آقا جمال؟ جمال وارد این قضیه نکن، همین که از حقوق خودش واسه جور شدن دیگه گذشته شرمندگیش ما رو بس. من نوکرتم، به هر کی عشقی داشتیم از این حرفا نداشتیم داداش.
تو هم صبح تا شب بشین گاوازی این مصیبت رو نگاه کن و فرت فرت سیگار بکش. تناب دار دوره گردنه پسرم، حالیت نیست؟ رضایت داده بودی به فروش خونه، پول دیه جور شده بود و هممونم از این واویلا خلاص. تنها دار و نداره ما، فقط همین چهار دیواری زر. برزو برامون پسر با آبروی نبود، اما خرج زندگی ما و خرج تحصیل و دانشگاه سیامک و ماه به ما از ژاپن میفرستاد یا نه یادتون رفته؟ سیامک مادر، امروز با بابای پسر خدا بیامرز صحبت کرد، گفت یه کسای اونا رو دارن آنتریک میکنن که رضایت ندارن. چرا انقدر حرفای صد تا یه قاز میزنی زن؟ نگو زیر فشارم، نگو. اکه هی، فشار چی؟ فشار کی؟ بابا خفمون کردی با دود سیگاره. گفت دخترم رضایت نمیده، نمیذاره. درست میشه، اینا بی خود میگن، به حرفی ایش که گوش نکن. تو فقط پول جمع کن بذار، بابا قول داده. حالا من نه توی قصه نه تو آرزو نه خوابم، این یه اتفاق ساده است، چرا دنبال جوابم؟ آخ که چه ساده گم شدم تو غربت چشای تو، سکوت شیشه دلم شکسته با صدای تو. مرسی مرسی، به افتخار سیامک دلارا، پنج طلایی مجلسمون. فداتون بشم من، اون دست قشنگه رو نگه داریم برای شاه بیت مجلسمون جناب آقای مشایخ، به افتخارشون. جونم تشکر میکنم، سپاسگزارم. امشب برای من شب خیلی خوبیه. من این حال خوبم و سلامتی جسمم و اون هم بعد از این عمل جراحی سخت قلبی، مدیون مراقبت‌های شبانه روزی پرستار نازنینم سرکار خانم مهسا گلنگبین هستم. و شما میدونید کیه این مهسا خانم؟ کجاست؟ الان چی کار داره میکنه؟ اگه گفتین ایشونه، به افتخارشون سرکار خانم مهسا، به افتخارشون. ممنون. اما همونطور که همه تون میدونید امشب تولد جناب مشایخه، پس به افتخار ایشون. تشکر میکنم. اما اجازه بدین قبل از بریدن کیک از مهمونای ارجمندی تقاضای کوچولو بکنم. پیام جون بودی با قلمو؟ ماشاءالله. پدر این بچه مدتیه که گوشه زندونه، به برای رهایی از اون چهار دیواری پشیمونی نیازمند دست یاری. این دوست شما آقا جمال خیلی خوب میخونه و حرف میزنه. شما مهمونای عزیز و باشه، شما اغلب ساکتی، خلاصه که ولی خب آدمو با ساز جادو میکنی. جای دوری نمیره، از هر پیانو هم درس میدی؟ یکی بکاری سخت برداشت بود. آره. وقتی که به پول فوری و فوتی احتیاج داشته باشم. چطور؟ ما داریم سعی می‌کنیم که نجات. آخه منم می‌زدم. راه کمکش هم یه مدت کار نکردم. دنبال یه معلم خوب بودم. شرکت تو این کار خیر باعث میشید که این مرد زندانی و در بند داغوش همسرش که همینجا کنار ماش برگرده. دیگه هر چی که همه. بفرمایید. پرسیدن حاتم تایی چجوری حاتم تایی شد؟ منو گفت خیلی ساده. ما داریم برای نجات برادرم پول جمع میکنیم. میفهمم. نگین تو رو قرآن آقا، به خدا ما آبرومون رو دادیم، به خدا من هرچی داشتم و نداشتم فروختم، به خدا پولتون جوره آقا. باید دخترمون راضی. بده من گوشه ببینم. گوش بده خانوم. آقا من نفیسم، خواهر مقتول که برزوی بیشرف به جنازشم بی احترامی کرد. من فردا اول وقت با پدر مادر پیش قاضیم و تقاضای قصاص. خانم شما رو به روحه، اسم برادر منو نیا. تو رو خدا، شما رو به خدا قسم میدم یه دقیقه گوش بدی. نه تو گوش بده، این بازی تموم شدنی نیست. شوهر داداش تازه داماد منو کشته، قضایت از اون برزوی کثافت قاتل. دخترشون چرا داد نیست؟ بده من باشو صحبت. برو کنار بابا جان، برو کنار.
سلام علیکم نفیسه خانم، من جمالم. آقا جون تشریف دارن؟ تشریف ندارن. تو هم هر کی میخوای باش. شماها بابامو گول زدین، قول گرفتین ازش. ولی از حالا بابام هیچ کار است، میفهمین؟ با من طرفین. ما فقط قصاص قاتل رو میخوایم. اون کثافت باید کیفر ببینه. بده من بابا فقط دختر. قصاص. گوشیر بده من خانم. این دختر من ناراحته. شما فردا پولتون آماده کنین. خودم در خدمتتونم. داداشمو کشتن. یه سال ما رو عزادار کردن. تو میخوای رضایت بدی؟ خونه برادر منو معامله نکن. آروم باش دختر. به خدا خودم و خودتو مامان آتیش میزنم. حالا ببین. عمو جون بیدار شدی؟ قربونت برم. من سپید خانم، شما خودتون ناراحت نکنید، درستش میکنم. چی درستش میکنی؟ پی نشدی گفتم اومه؟ گفت که گفت، واسه خودش گفت. همین که من میگم، حرف منو گوش کن. فردا میریم بانک، پولو میگیریم میدیم بهشون. آقا برزه دو سه روز دیگه اینجاست، نگران نباشید، خودم درستش میکنم. مگه نه عمو جون؟ بابایی میاد اینجا. سلام. جا پارک پیدا کردی؟ به سختی. من چک رمزدار بهتون بدم ببرین بهتره که. نه آقا جون، فقط پول، نه چک نه چک پول. مشکلی نیست، دو نفری. باشه. دختر دیشب زنگ زد داره. نه بذارش تو کیسه. میخواست خانه بذار واسه درس پیانو. تو کجا خبردار شدی؟ مشایخ آمار داد. که چی؟ خواست خیالش از طرف تو راحت بشه که یه وقت قاب دختره رو ندوستیده باشی. اونم درست موقعی که داره طرف رو راضی میکنه که زنش بشه. چه با بزرگشه؟ نفرمایید آقا، نفرمایید. عشق پیر و جوان نمیشناسه. دختره پرستاره. مشایخ که سکته کرد صبح تا شب دمپر دلش بود. عجله کن اینو بذار تو. چند دهنه فروشگاه و باغ و ویلا و خونش هم که دیدی چه هیولایی. میراث‌خوار هم که نداره. پول آقا سیاه، پول. بجام دیرمون شده. چیه چته؟ چرا مثل تو اینقدر هولی؟ بوده بابا جلی کن. خیلی خوب دیگه. آقا جون تموم شو. بله. دست درد نکنی. آقا! آقا! کلیدتون. اه؟ قربون حواس جمعه. آقا آقا تو رو خدا آقا. بعضش خوبه، کلی پول داره. ندارم. بابا نمیخواد. آقا دست شما درد نکنه. کجا افتاده بود؟ همین بغل اینا. زمان خونه میزده! بپر بالا، میگیریمشون، بچو! مطل نکن، بدادم منش! بچو! بدا! الو! الو، سفید خانم! الو! الو! پول دیگه رو گرفتی؟ من بهتون زنگ میزنم! یعنی چی زنگ میزنم؟ زنگ میزنم، زنگ میزنم! الو، صدوده! دروغه. نه، من خودم ختمم. دروغه. کار دشمنم. پول دیگرم همونا دزدیدن. زنم، داشم، رفقام، همگی دستشون توی کاسه است. بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو نامه شماره 114-86 و حکم شماره 85 مورخه 14-10-87
صادره از شعبه 71 کیفری استان و ابرام حکم به شماره 33-549-10-888 شعبه 33 دیوان عالی کشور محکوم الی آقای برزو دلارا فرزند انوشیروان به اتهام قتل عمد طه ملکان فرزند عباس به اعدام محکوم گردیده است. لذا حکم صادره در سحرگاه روز دوشنبه مورخه 11-8-88 در حضور نماینده دادستان و نماینده پزشکی قانونی و اولیاء دم مقتول به اجرا در می آید. و سلام. خانم اگه بتونید کاری کنید که دو سه روز بهم مرخصی بدن، من میتونم همه چیزو بهتون ثابت کنم. ببخشید خانم، لباساش اینم حکم جلب سیار سیامک دلاراست. از الان تا دو ماه هر جا دیدینش مأمور خبر کنین دستگیرش میکنه. آقای عزیز، اون خواهر ما رو بدبخت کرده، بیچارهش کرده. باز حکم تیرشو میگرفتی، گرفتی؟ قطع که نکرده دوست عزیز. حکم تیری برای چی؟ اگر دزدیش ثابت بشه اونم دست بالاش بیشتر از دو سال بهش حکم نمیدن. گیرم 74 ضربه شلاقم بشه. مرد حسابی، اون یه زن جوون رو بیوه کرده. اون وقت دو سال حبس و 74 تام شلاق، همین. اون مرحوم مرتکب قتل شده بود. خانواده مقتول رضایت ندادن، متاسفانه اعدام شد. گم شدن پولا که ربطی به اعدام شوهر خواهر شما نداره. چیو نداره؟ پس اون همه پول کی داره کرده؟ راست میگه. ببین آقا جما، اگه این رفیقتو میبینی ها، عقل من بهش بگو نعمت گفت طول سگ هیچی ندار. تو اسم ناموس ما رو انداخت دهن همه مردم. اگه دستم بهت برسه مثل سگ نفس تو میگیرم. گفته باشه نعمت قربون شکل ماهت برم من. آخه با مرام کی میاد خودش از خودش بدزده؟ ریلکس باش. بله میکنی حرفا چی آقا جما؟ خودش از خودش بدزده یعنی چی مرد حسابی؟ اون پول مال خواهر ما. خیلی خوب. مرد ما من پول خونه شو. راضی خواهم آقا سیامک اومد. خوش اومد عزیز. اونم داداش. آتش آقا جون سیامک کشونه. برم کن آقا جون. نعمت بیا پایین زشت. آقا برم کن آقا جما. زشت. برم کن آقا جون. مامان چی کار کردی بچه؟ مامان رو بگنیم بخواه بگنیم ریلکس ریلکس اما بابا مور هرچی هم رقمی به فایده نداشت. بیبه شدم سیامه بچم میبه نشد. حالا اومدی، حالا که دادشو تو کردی زیر خاک، حالا قاتل قاتل من نعمت 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 میبره بخش بیایده بیایده بیایده
من بریدم از جهت درش کدوم گوری بودی؟ انا چشونو جمع تو جته؟ معلومه یه هفته از کجا غیبت زده؟ به جون مادرم منو دزدیده بوده خفه بابا چیز دفتر بگیر جمال برزو برو تا نیومدن دیگه الو الو سیامک سیا ببین داشای سپیده اونجا رو نشون کردن ها منم امشب جای کار دارم مواظب باش گیرمون دوتا خولی نیفتی قرارم و فردا سر خاکی داشت قربونت برم خداحافظ دستم بد جوری زیر ساتوره بچه از تو چه پنهون مثل سگ سوزن خورده پشیمونم آقایی کن قبل اینکه تناب دارو بندازن گردنم خانده هاشتو بکشی بیرون میدونم از دست من دلخوری ولی جبران میکنم ولی جبران میکنم ولی جبران مشکل و زشت کثیف و چرک تا سیاه مرگ نوبت به نوبت یک به یک همه میمیریم قانون زندگی عجل همشین که دستی شده عجل کدوم جمال جون همه چی حساب شده بوده انگار یه دست بیش نقشه کشیده بودن آره ایوونی خدا رحمتش کنه شنیدم خودشم گفته کیا میخوان بکشنش کیا رو گفته؟ دشمنام، زنم، داداشم منو سفیده؟ ما کیف قاپی کردیم که برزو رو بکشتن بدیم؟ آخه کیسه پر پولو چجوری از دستت در آوردن بچه؟ تو هم برای انداختی تو دردسر طلبم داری سیا؟ سپیده بدبخت، مادرت، پدرت، تفلکی پیام با چه امیدی میرخصید و پول جمع میکرد؟ هر وقت یادش میافتم خونم به جوش میاد و میگم توف تو معرفتت بیا سیامک خیلی نامردی موتوریا بال در آورده بودند و ما سایه به سایه تعلیمشون میکردیم ثانیه ده دفعه امید و ناامیدی تو دلم بالا پایی میشد راننده پژه جوری وانمود میکرد که انگار داره واسه ناموسش وایی میذاره خیالی نیست میرسیم بهشون دوبار موتوریا رو گم کردی نه تر پیداشون میکنی یهو پیچی توی جاده فرعی سری از موتور سوارا نبود فکر کنم بیابونه کرج بود زیر یه پل پیداشون کردی داشتم میرخصیم نمیدونستم چی کار کنم برگشت میدم راننده نیست دزدام غیبشون زده بود فهمیدم همه چی کلک بوده چند روزی نفهمیدم کجا بودم تا اینکه دیروز صبح آوردن انداختنم همون جاده خاکی بیرون شهر فکر کنم بهتره برم اینا رو به پلیسم بگم نه خوشم اومد دروغ میگی از راست قشنگتر خیلی باحالی به جون جمال این ماجرا رو برات گفتم ما رو سیا نکن سیا بابا ما خودمون این کاره ایم آخه دوستی که پولا رو دوستیه دیگه چیکار داره به صاحب پول نگه دار گوه خوردم فکر کردم تو با بقیه فرق داری چیه؟ درش کردی میخوام برم خونه سپیده حکم جلب سیار برات گرفته منم بهش قول دادم که پولا رو پیدا کنم پس به تمرک سر جاد گفتم هم اینجا نگه دار ایلو خب بابا فرما برو حالا چرا اینجا؟ نزدیک بانک میخوام برم دنبال موبایلم بگردم آره برو دنبالش منم که خوابم تفنگم هم خالیه شبا چیکار میکنی کره باز؟ به تو ربطی نداره
های دلارا سلام علیکم، خوبی شما؟ ممنون، مرسی. اگه دنبال موبایلتون میگردید باید خدمتتون عرض کنم که همون روز یه بنده خدای پیداش کرد آورد داد به ما. دستش درد نکنه. راستش مامورا اومدن برای تحقیقات، خب ما هم حقیقت رو گفتیم. درباره چی؟ بیام بیرون اول قدم باز تو هستیم بوله بزنم دیگه وقتش قاطی خروسا بشی بچه ببین خوشت میاد ورده ببر مال مرده است مال بی صاحبه نا برادرم ارث میبره از برادر مردش آقا جون گریه نکن به خدا من تو این وضعیت خفه تو به من نگو آقا جون خورد و بیابروم کردی بی شرف بی مرام کدوم گوری بودی وقتی جنازه برادر تو شستن کفن میکردن تو گور میذاشتن کجا بودی وقتی صدا میکردن برادرش بیاد نعمت عزت جمال فابریک بالا سر جنازه برزو اون وقت تو دنبال پول دزدی آقا جون به خدا من دزدیده بودن دارم راستشو میگم به قرآن قرآن بزنه به اون کمرت که کمرمو شکوندی میگی قرآن؟ اینم قرآن دست بذار روش اصلا مخور تا باور کن تو چه ساده ای زد قرتی و قرآن این قاتل برادر باشه من قاتل برادر شما اگه پدر بودی همون روز که پولا رو دزدیدم بنگاه رو خبر میکردی برای فروش این خراب شده و پول دیگر رو جور میکردی چرا نکردی؟ به فروش خونم راضی شد شبش هم رفتیم سراغ پدره قبول کرد اما نمیدونم چرا شب قبل از قصاص چه حکمتی بود که یهو حرفش عوض کرد و گفت هرچی دخترم بگه دخترم گفت قصاص حرفشو عوض کرد چرا؟ چه فایده از گفتن این حرفا برای این شریک دزد و رفیق غافله پسرم که دیگه زنده نمیشه شما هیچ نگو میخوام ببینم این نابرادر چی میخواد بگی بابات میگه اونا تو رو گول زد پولا رو دزدیدن بعدم باهات تقسیم کردن سیاوک قسم بخور که تو با این پدرسوخته‌های نامرد دستت توی کاسه نیست مادر با کیا؟ دشمنای بچه بهم تلفن میکنم عذابم میده میگن میخوان قبر بچه‌مو خراب کنم بابات میشناسه نمیگه میترسه آخه تو که نمیدونی به مرده بچه من فوش میده به من به شیری که ازم خورده بعدم میگم بالاخره بعد 10 سال انتقاممونو گرفتی سیامک 10 سال پیش کی بود تو فرودگاه به داداشت با چاقو حمله کرد اون موقع من سر عمل آپاندیسم تو بیمارستان بودم برزو که اومد ملاقاتم گفت یه سوء تفاهم بود کدوم سوء تفاهم یارو همونه خودشه کیه این وقت شب؟ گفتم کیه؟ نعمتم آقا دلارا گره بکنی دارم کارت دارم بابا بجوم از بالا پشت اون فلنگو ببن تا دیر نشده ده بجوم دیگه سیامک چشات بد جوری گد افتاد جایی داری بری بچه کجاست این نامرده بیمرفه من چه میدونم کجاست این وقت شب یکی الان به من تلفون زد گفت این اومده این خونه کجا قایمش کرد برو وای دستو برو وای دستو برو
فشارتون یکم بالاست. هرچی میگم پرهیز کنین که گوش نمیدین. دردم از یار است و درمان نیست هم. جان فدای او. دل فدای او شد و جان نیست هم. آفرین. داروهای آقا رو بده، من الان میام. الو. الو. سلام خانم. منم سیامک دلارا. به جا آوردین؟ به به. چطوری آقای دلارا؟ حلال زاده این، الان به فکرتون بودم. آقا چی شد این کلاس موسیقی؟ ما که شهریه‌اش هم یه جا پرداخت کردیم. شهروندم والا. به موقعش براتون توضیح میدم. اما الان به کمکتون احتیاج دارم. چی شد آقای دلارا؟ داستانش طولانیه. الان دو نفر دنبالمن. موبایل دوستم آقا جمالم خاموشه. احتیاج به یه جای خواب دارم. مسافر خونه هتل هم نمیتونم برم چون کارت شناسه یه همراه. نه تر پیداشون میکنیم. محسا خانم شما این؟ محسا خانم؟ الهی بیمیری، الحق که مطرب بد سلیقه ای هستی. عجب تو خیسته. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ محسا خانم زنگ زدن اظهار نگرانی فرمودند و باقی غذایا. پیره مرده چی؟ نفهمیده که. آقا مشایخ جای خود. تو فکر کن منم جای خواهر بزرگترش. دوست ندارم بهش پیله کنی. سیریش غیرت. من اول اون پیله کردم یا اون به من. ببخشید دیشب من بودم که به خانم گلنگر این زنگ زدم. آره من از دست داشای سفیده فرار کردم. تو هم که معلوم نبود کدوم گوری بودی. نمیدونم اینا جون من چی میخوان. شدن کاسه داختر از آش. به برای عزت و نعمت حکم هوا رو داره ناموس. تو زدی آبجیشون رو بیوه کردی یا میدونی بیوه یعنی چی؟ بیوه یعنی میوه. من که همه چی رو برات گفتم. نه گلم قربونت برم من، تو همه چی رو به من نگفتی عشق من. چیزی رو مگه نگفته باشم؟ اینه که ممکنه یه ردی از دوزا پیدا کرده باشم. عجب جون سیاه بسه من یه دقیقه اینو رو سرت امتحان کنم. ای جونم ای تو جنیفر من عاشقتم. یه دقیقه گوش کن من چی میگم. بگو جونم. 10 سال پیش وقت اومدن برزو از ژاپن، یکی تو فرودگاه با چاقو بهش حمله میکنه. فیلمش باید پیش سپیده باشه. مادرم یادم انداخت. مادرت خیلی زن خوبیه که همه چی رو بهت میگه. بهتر تو هم بری همه چی رو بهشون بگی که لاقل دکن یه خورده دلش آروم شه. چیو؟ خودتو به کوچه فقرا نزن سیا. قرار شد با من رو راست باشی. مگه تو نگفتی که میخوای بری پیش پلیس همه چی رو بهشون بگی؟ چرا نرفتی؟ ها مشکوکم. آخه من میگم چرا تو نمیخواد بگی. وقتی رفتی بانکو برگشتی یه آدم دیگه ای بودی سیا. قضیه چیه بابا؟ دزدا دارن آبروی منو میبرن. پولای دزدی رو ریختن تو حسابم. شوخی نکن سیا. نزدیک مبلغیه که شما از ما گرفتی، حتی یکم بیشتر. از یه بانک توی تهرانه، ولی متاسفانه اسم واریث کننده ثبت نشده. ببخشید ها، به من ربطی نداره، ولی میگم شاید سارق پشیمون شده پولو برگردونده به حسابتون. ببخشید شماره حساب آقا از کجا پیدا کردن؟ خیلی ساده است، کافیه توی که از شما آشنا داشته باشی. اسمو میدی شماره رو برات در میاره.
باید برم حقیقت رو بگم جمال. به کی؟ پدرم، مادرم، سفیده. بی خیال بابا، هیچکی حرف تو باور نمی‌کنه. تو چی؟ خب من فکر میکنم با دوست جماعت سر و کار نداشتیم، بلکه برعکس آدمای باحال و با شرفی هم بودن. آخه کدوم آدم احمقی پیدا میشه که اون همه پولو که با اون بدبختی به دست آورده برگردونه به صاحبش؟ من که سر در نمیارم والا. تو هم بهتر بری سراغ زندگی. اونایی که تونستن یه همچین کاریو بکنن کارهای بدتر از اینم میکنن ها. حالا خود دانی. این دعاش من کی بوده که ایده برای کشتنش نشستن نقشه کشیدن؟ میشه یه قرار با سپیده بذاری؟ یه زنگ، یه سی دی پیششه که من باید اونو ببینم. باشه، اونم به چشم. راستی تو خونه مهسا عکس یه جوان خوشقیافه رو دیدم که یه روبان مشکی هم بهش بود. قضیه چیه؟ خدا رحمتش کنه، داداششه، سید کریم گلنگبین. باز چی مرده؟ من چه میدونم؟ من تو زندگی آدم هم فقط میدونم که غم مرگ برادر را. انگار نه انگار بعد از 7 سال اومده مملکتش. هرچی اونجا در آورد اینجا ریخ پای قمار رو دود. خودت خواستی؟ آره، پشیمونم نیستی. این آره؟ آره خودش. اسمی ردی ازش داری؟ دنبال چی میگردی؟ دارم قیافه این ژاپن و مدار رو سیر میکنم. خیلی باحال. نکنون عمو جمال دارم خریده. یکشون یه عروس ژاپنی هم آورده. آ اینا خوشگله ها. داداش آقا در آورو. تنها؟ دو نفری هم. یعنی پلیس باشون نیست؟ تو خبرشون کردی؟ اینا که قرار بود با پلیس بیان. مگه پلیس هم قراره بیاد؟ برو دیگه. واقعا که بیشوری سپیده. در چرا قفله؟ کلیدا؟ کلیدا کو پیام مادر اینجا بود. من چی میدونم؟ دست خودت بود. همون شیشه رو بهش کن. مثل همون موقع که ماما دعوا میکرد. خفه خون بگی بچه. برو کنار. از اینجا سره؟ به شما چه مهمون آمد؟ چرا نمیدین؟ چی آتی چی؟ دارم قاتل میکنم من گوش بده. اگه قرار نبود با مامور بیان برای جلبش کنم چرا تنها آمدی؟ بایستو کرم سید کجا؟ میرم دنبالش یه بلای سرش نگه. شما فرمایید بشینید من کارتون دارم. آخه بگی بشین من کارت دارم. نگران نباش داداشا زرنگ تر از این حرفان که بخوام به سرنوشت برز دوچار بشن. بی غیرت بیا اینجلو خدا فرد بکنم پایین خونم یافته گردنشونم بنداز از سک کمتر یک اندازی بنداز به مرگ پیام من کاری نکردم بابا سفیده اگه خواهر شما زنده هاش منم هست من نمیدونم کی به شما چی گفته ولی توی این یه سالی که برزو زندون بود نزاشتم یکی نگاه چپ به سفیده بندازه همه اینا رو من میدونم آقا تو که به سر خوبی هستی شکلات چرا وقتی ما رو میبینی میبینی به بازیو گر میری ها آخه با فرار که معامله جور در نمیاد در میاد معامله؟ همه چی میخوای؟ پول پول را کجا جاساس کردی؟ تو رستک ما همه چیزو میدونیم نداداش قضیه استفیده و بچهشم بمونه سر وقتش چیزایی که دوداره کردی بذار وسط با هم شریکی وگرنه همینجا بلای سرت میارم که خودت بدونی فصیل سینه زنی واسه زهره عاشورا نیست واسه قیمه بعد از ظهر شاره توف Vai, espera, me dá. Vai, deixa. Ah!
کور کور میجوره آبم گودالو میگی پولا کداشو نه میگی نه به جان بده نفسه بگیره جد دره بده اون پایین رای فرا نداره سر ده پسر چرا چمچاره گرفتی از اینجا شو بگی من نیستم داداش یعنی چی؟ یعنی همین من خرگ دمپرت اومدم واسه خاطر این بود که فکر میکردم قلنج ناموس گرفته این همه ارس و جوش در آبجی مونه چه میدونستم به خاطر پول مرده خوریه من دیگه نیستم ببین پسر این چیه آقا جمال اگه تو همیشه نمیگفتی که برزو نه برای تو شوهر بوده نه برای پیام پدر بوده برزون هم دیر یا زود میکشتنش پس چه بهتر که با پول خونش یه زن جوان و خوشگلی مثل تو و یه بچه سر و سامون بگیره پولی که بخواد جون برزون رو نجات بده پول نیست بلاست بذارش توی بانک صداش هم در نیار این پول حق توه یعنی چی صداشو در نیار حق توه خب اگه کسی هیچ کس نمیفهمه سفیده خان مگر اینکه خودت بری بگی آقا جمال مگه پولای ما رو دزد نبرد پس این چیه این پول خونه نمیفهمم یعنی که دزدا پول دیه رو برگردوندن به زنش ببین سفیده خانم نه من همه چی رو میدونم نه اونقدری که میدونم میتونم به توضیح بدم یه دقیقه بشین یه دقیقه ببین تو فکر کن پول دیه رو جور کردی دقیقه آخر طرفت رضایت نداد و زده زیرش حالا این پول مال کیه؟ مال تو و پیام صداشو در نیاریم آبا که از آسیب افتاد خرجش کنیم پیام بیا تو سرما میخوری بچه پس سیامک نگران سیامک نباش از یه جایی که به خدا منم نمیدونم کجاست بهش رسیده اما تو به روش نیاری ها ببین برز دشمن زیاد داشت رفیقم زیاد داره کمکش میکنم تو نگران هیچی نباش به هیچی فکر نکن یادت یه بار برگشتی بهم گفتی دوست داری بعد از برز یه روز زندگی کنی حالا اون روزه زندگی تو بکن کیف کن پولتو خرج کن بچه تو بزرگ کن خونبهای یه شوهر عوضی بهتر از خودش نیست باید به شوهرم اینجوری حرف نزن آقا جمال خاطرش مال توه هر جوری دوست داری تو ذهنت بساز پس تو رو خدا بهم بگو این پول از کجا اومده من فقط یه واسطه هم بیشتر نپرس حالا کجا میری؟ میرم دنبال داداشو تو سیامک این پسر بیگناهه کجایید شما؟ چرا گریه میکنی؟ همینطوری یاد برادر خدا بیامرزم افتادم نمیدونم چطوری مرده نه چیزی راجبش میدونم فقط میدونم اگه یه فرشته مثل شما دور و برش میگشت به این زودی ها نمیمرد مادرم میگه محبت حتی مرگم عقب میندازه زندگی خیلی بی‌رحم‌تر از این حرف هست اگه یه روز تو خیابون از کنار یه گنجشکی رد شدی که نپرید فکر نکن دوست داره بدون اونم آدم حسابت نکرد انگار زندگی با شما هم خیلی خوب تا نکرده آره نگفتی چرا این بلا سرت اومد شما فکر کن وقتی تو اون خیابون از کنار اون گنجشکی رد می شدم این موتوری به هم زده آدم به کسی که زخمشو بسته دروغ نمیگه
ضرب و زخم من کیفر نفهمی یه عده و این سیدیه که دنبالش بودم. چی هست؟ الو سیامک. سلام جمال، من مهسام. اتفاقا میخواستم الان بهت زنگ بزنم. گوشی گوشی. الو جمال. ای ناقلای شیطون، گوشی اون بچه دست تو چی کار میکنه؟ زنگ زد رفتم آوردمش اینجا. من دیگه تحمل این وضعیت رو ندارم. چیزی شده مگه؟ کی این طفلی رو به این روز انداخته؟ ای بابا چی شده مگه؟ تو که انقدر دل نازک نبودی؟ مثل این که یادت رفته اون برادر برزو دلاراست و تو هم خواهر سید کریم الدین گلنگبین. باشه، ولی اینکه گناهی نداره. نامردا زدن دستشو له کردن. فعلا یه مسکن بهش دادن. خوب کاری کردی. بذار یه چند روزی استراحت کنه. شاید دیگه رد این موضوع رو نگیره. فقط باید بفهمیم که کی پول ریخته به حسابش. سلام مادر. کجا هستی پسر؟ چرا شبا خونه نمیام؟ بیام که لعن و نفرینم کنی؟ هرچی بگم کار من نیست بازم به تیری غیب حوالم بدین؟ خیلی خوب مادر، یه قالی بود تموم شد و رفت. ناراحت نشو عزیز. چی رو تموم شد و رفت مادر؟ تو فامیل محل آبرو برام نمونده. این حرفو نزن مادر. آخه دفعه اولتونم که نیست. همیشه خدا تو زندگیتون هر گره ای نامعلومی بوده متهم اول سیامک بوده. این گره ای که میگی تو باید باز کنی مادر. سپیده روش نشد بهت زنگ بزن. اومد پیش منو گفت تو گناهی نداری. گفت بهت بگم اونی که تو فرودگاه حمله کرده بود به برزو اسمش اسمال چارلیه. داداش نعمتش هم گفته تو مولوی از هر کی بپرسی ردشو داره. الو چیک بزنی شارنگ تو زدم مصمشاجی چی کار داری؟ با مرگ برزو قرار بود این ماجرا فیصله پیدا کنه، اما گویا داره تازه شروع میشه. بوی خوبی به مشامم نمیاد جمال. محصو که بچه نی آقا تازشم ببخشی داد جسارته. قول چهار قبضه که به شما نداده. داده؟ نمیخوام از دستش بدم. شما که دست به شکارت ملسه آقا، این نشد یکی دیگه فت و فراوونه تو تهران. از وقتی این آهو دیدم تصمیم گرفتم غلاف کنم. ردیفه، نگران نباش. میخوام برم کو شکار آهود مشه. چی شده دوشیزه یا شفته؟ خونه رو گرفتم جواب نداد. همراهش رو گرفتم یه علو گفت و قطع کرد. الانم هر چی میگیرمش میگه خاموشه. تو که گفتی حالش خیلی خرابه. پس چطوری تون استفاشه بره؟ تو بیشتر از من نگرانی. چرا؟ خدا کنه اتفاقی واسش نیفته. میگم مهسا تو هم خاطرخواهی چه ازگلی شدی. اینو ببین. حرف مفت نزن. من فقط دلم واسش میسوزه. آره اولش همیشه همینجوری شروع میشه. ما از دوستای قدیمی هستیم، جایی داداشم میمونه، زخمیه، خسته است. Only just friend. بگذاریم بابا جون. برم تا دیر نشده ببینم میتونم پیداش کنم یا نه. تا دیر نشده؟ تو داری یه چیزی رو از من پنهون میکنی. تو فقط دلت براش بسوزه. مهسا. بله. لطفاً اون قرص منو بیار. چشم. ای
خبر آوردن داداش برزو دلارا پی من میگرده. واسه چی؟ اومدم ببینم چجوری کینه سالها تو دل یه آدم میمونه و دلش نمیگنده. کدوم کینه بچه؟ چاقو کشی تو فرودگاه. فیلمشو دیدم، دنبال چراشم. چرا نداشت، خودش خواست. پیغوم داده بود شبی که از ژاپن میام یکی تو فرودگاه شهر کنه. شوخی میکنی؟ سیاکاری بود جوون، ولی برای من بهترین فرصت بود برای تلافی. بدجوری زدمش. ایوان تو همون فرودگاه رضایت داد، همون ماشوبوسه کردیم و خلاص. چرا تو این سالا نپرسیدی ازش؟ داداشش نیستی مگه؟ میگم وقت اعدام شاشیده به خودش از سر، درسته؟ ای روح داتیش بگیره برزوی نابکار. مادرم میگفت یه کسایی زنگ میزنم به تلفن خونه و بعد ویرا میگن. حقشه. میگم بعد سالها انتقام گرفتی. اینا کیان؟ اینا همونایی هم که منتظر این روزای برزو بودن، همونایی که سال 62 به بعد تو ژاپن کار میکردن. خیلی هاشون هم این آرزو رو با خودشون تو گور بردن. زندون افتادن داداشت این توپ ترکید. اصغر! بله آقا. این چیه؟ بعضی هم دنبال سند و مدرک بودن تا یه طوری برن دنبال قاضی پروندهش. تلفن از جانب اونا بوده، شاید، نمیدونم. سند و مدرک علیه برزو بردن پیش قاضی؟ چه سند و مدرکی؟ خب گیرشون بیار و بپرس. من نرفتم، گفتم بیفایده است. الانم میگم بیفایده است. چی بیفایده است؟ انتقام. به همین خاطر هیچ کاری نکردم. فکرم میکردم رفیقش هر طوری از درش میاره، ولی تعجب میکنم هیچ کاری واسش نکرد. برزوی ما و رفیق؟ خبر نداری؟ اسم ابی بومبست رو نشنیدی تا حالا؟ ابی بومبست؟ فرودگاه مهرآباد، روزی که از وطن رفتیم برای بار دوم دیدم برزو رو. دفعه اولش پشت در سفارت ژاپن بود. 17 شبانه روز تمام پشت در سفارت ژاپن خوابیدیم تا ویزای کاریا که اومد. برای چایی بیار. تو اون سالا اولین دسته جوانان مرز پرگوهر میرفتن حمالی تو سرزمین سامورایی ها. تو فرودگاه توکیو یه هیولا دیدم. ابی بومبست قاچاقی اومده بود. چه جوری و چه شکلی خدا میدونه. چارشونه، ورزشکار، قوی، عصبانی و بزن بهادر. طوری با داداش چف شده بود که انگار 100 سال هم دیگه رو میشناسن. ابی برای ایرانیا کار جور میکرد، ین میگرفت. ین میگرفت، حرف میزد، ین میتقید، آدرس بار و بیر و مسترا میداد. مجسمه برزو رو ابی تراشید تو غربت. چرا واسادی؟ بگی بشین. الان کجاست؟ کی؟ همین ابی بومبست. کی میدونه؟ ما یه دسته شدیم رفتیم میاماتو. سوار قطار توکیو میشی، راست میری طرف خورشید. 30,000 بار که بگی خدای گو خوردم، میرسی به میاماتو. من رفته بودم کار کنم و فنون جدیدم یاد بگیرم. کارات تو ژاپن غریب‌تر از کشتی تو ایرانه. 3 ماه بعد یه روز صبح عکس برزو رو توی روزنامه محلی دیدم. تحت تعقیب. پیرفاحش‌های ژاپنی رو که دولت کارت سلامتشون رو مرد می‌کرد، می‌بردن واسه بچه‌های ایرانی. از ابی خبری نبود. ابی همیشه پشت پرده است. ابی هیچ وقت نیست. حتی یه عکس هم ازش نیست. 300 تا فاحشه مریض رو تو شهرهای کارگری می‌چرخوندن. دست به دست. برزو 6 ماه بعد زندون. اما 3 شب بیشتر نخوابید. ابی بومبست، پلیس ژاپن، معامله. یه سال نشد که با یاکوزا پیوند زدن. مواد از اونا، پخش از اینا. هروئین، بنگ، حشیش، شیشه. ایرونی و غیر ایرونی هم براشون فرقی نداشت. یکیش خود من. گفتم برزو، مرهم زخم هموطن تو قربت، مروت لا مروت. گفت کدوم وطن؟ کدوم هموطن؟
ایران جنگ بود، نون کم بود، پول نبود. یادمه یه سید بچه نازنینی بود، مال طرفهای رشت و انزلی. ما روز آخری که میخواست بیاد وطن، پای پلکون هواپیما تا آخرین ین پولاشو همین برزو اوی بومبست زده بودن. پسره تو تهران دید و فهمید جای مزد 7 سال کارت غربت تو ساکش کاغذ مسترا به جای دونم. دیگه نرفت شهرش. تا صبح تو فرودگاه ماهاش سفید شد. این بعد چند روز تو همین تهران ویدون و سرگردون تو خیابونا میگشت. تا یه شب تو برف و سرما زیر همین برج آزادی جنازه سنگکوب کردنش پیدا کرد. خدا بیامرزتت گلنگبین. چیه گلنگبین؟ سید کریم. سید کریم گلنگبین. شنیدم یه خواهر داشت مثل ما. اومده بود تهران دنبال برادره. حالا کجاست و چیکار میکنه؟ خدا میدونه. حالا به این سیاهه اضافه کن غرق شدن دوتا از بچه های جوادیه رو تو چله زمستون، انداختن یه ایرانی و یه پاکستانی تو دیگ مذاب کارخونه پلاستیک سازی. این آدمو کجا میشه پیداش کرد؟ اگه دهن چفت و بست داشته باشه و چند تا اسکناس درشت بذاری کف دست این بچه، میگم ببرت جایی که شاید بتونی پیداش کنی. اما راجع به این مکان، اگه جون تو دوست داری، شطور دیدی ندیدی؟ اسم چیه؟ به این میگن کمال لانکاستر. پسرشی؟ اجاقش کوره. از وقتی یتیم خونه فراری شدم بهم پناه دادم. تو چی؟ حتما خاطر دعاشت تو خیلی میخوای که افتادی دنبال بدخواش. بنده کفش بستن و سوت دو انگشتی رو اول بار اون یادم داد. به سن سال تو که بودم یه شب چند تا نرلات سر یه دختر میریزن سرم. اگه برزو نرسیده بود تیک بزرگم گوشم. دختره چی شد؟ چند وقت بعدش شد زن برزو. پس دوستان میرب نمیگفت که چی؟ که وقتی پای یه زنی میومد وسط داشت رحم و حرمت و بیخیال میشد. مثل اینکه تو ژاپن که بوده سر یه دختر چشم بادومی با ابی بومبست یه چند وقتی کنتاک بوده. منو اسمو چالی فرستاده. یه مهمونم همرامه. برو رد کارت بچه. امشب مأمور بازاره. مزخرف میگه بیا. خوب کردی؟ میتونی برگردی؟ نه بریم ست بابا. چند روزه بار همین وسط شرط بندی میلیون میلیون. کسی که ببره کم گیرش نمیاد، اما کسی که بوازه خونش با خودشه. خیلی ها تو این مسابقات بودن. ابی بومبست، داشت برزو دلارا، اسمال آقا چارلی. خلاصه که همه یه روزی تو این ریگ مش زدن و مش خوردن. بیا ببینم بچه اینجا چه پاس بگنشو بینم بسته تو بینم بابا بگنشو بینم
پول است محمد، نگفتم شما امر بازاره. مگه نمیدونی هر کسی بدون بلیط داره وارد اینجا بشه؟ داخل هر کسی نیستم، آدم اسپانلاقا چارلی هم نیست. اسپانلاقا چارلی هم یه گوساله دیگه، تو حق نداشتی بیای اینجا، اونم با یل دنگ بدتر از خوده. دوست دارم ببینم جلو خود اسپانلاقا چارلی هم اینجوری بال با زبونی میکنی. عجب بچه پررویه، شیطونه میگه بنداز چلو نهرلاته حسابی رو چکم کنن. میخندی؟ همه جورش رو پایم کشت مرده مبارزه. ببین چوچه قوقلی خونت پای خودتا. بله را بیا ببینه بابا بچه ما چه پارو رو ببینه کجا بردن میشه؟ به تو ربطی نداره بی دوت و سر خود چجوری بلاشه بردی اینجا برو ببینه باسه هم جمعه بیا سلو همینجا باسه ببینه Yeah!
چیکار کردی به خودت بچه؟ تو خیابون ما چند تا از این عرض رو باش دوام شده. شعر نگو، اینا جای زخمای دوای خیابونی نیست. اگه تلفنت پیشت نبود یا اگه زنگ می‌زدم من جواب نمیدادم الان گوشه قبرستون بودی. کجا رفته بودی سیامک؟ نفوه هم میری عمرن، من اگه کلام هم بیفته یه همچین جایی بر نمیدارم. پس دیدی؟ تو کجا شدی دی؟ انقدر زدم و خوردم و خوردم و زدم که نگو. سر به سرم میذاری؟ نه بچه، من به تو پناه آوردم. به تویی که گردن کلفتم و دیدی گفتی صدات خوبه، مشت محکمم و دیدی گفتی گوش موسیقیت قویه. اما تو داشت خیلی چیز یادم میرفت، اما تو افتادی تو بازی دزد پلیس، یعنی انداختنت. ببین سیا، این بازی هم مثل بازی های دیگه است، دو طرف توش بازندن و فقط تماشاچیاش برندن. از لیه شدن آدم ها کیف میکنن، این همین بازی که سرتو داره بودن. ببینم اصلا کی تو رو فرسته بری اونجا؟ بابا یکی گفت رفیقای داشته اونجا میتونی پیداش کنی. کی؟ همونی که تو فرودگاه برزو حمله کرد، اسم چارلی. ای آدم اسم یک بنبست حرف میزد، یه نامرد که با هم دستی داشت. من بعضی از جوان ایرانی تو غربت به کثافت کشوندن. عجب آدم هایی پیدا میشن. برزو که میفته زندون یه دست ایرانی هم میره میشه قاضی پرونده و ازش شکایت میکنن با سند و مدرک. وکیله میگفت سابقه شرارت، ما که متوجه نشدیم. از خدا رو شکر همه چی روشنه دیگه. آره ولی نه برای من. چرا کسی از این بی بنبست شکایت نکرده؟ عزیز دل من، مگه نمیگی آدم خطرناکیه؟ خب ترسیدن. برزورم وقتی به جرم قتل کردن توی زندان تازه تونستن برن از دستش شکایت کنن، چون دستش زیر ساتور بود. ولی جمال، من مطمئنم یه رابطه بین اعدام برزو این ابی بنبست باید باشه. سیا جون قربونت برم، داداش گلم، وا بده تو رو، امواتت وا بده. برزو به سزای اعمالش رسیده، پول دزدی هم که برگشته به حسابت. دیگه ول کن، بی خیالش بده دیگه، بچسبون به کار و زندگیمون. موسیقیمون عشقه. یه تصنیف قدیمی رو روش کار کردم، پروفشنال. آژانس باید برم خونه مشایخ. حالا چرا اونجا؟ درس موسیقی دارم، پیانو فقط تو خونه مشایخه. اوه، فقط برای درس موسیقی تشریف برین جناب کلایدرمن؟ نه، میرم در حضور مشایخ از دختره تقاضای ازدواج کنم جناب پاواروتی. بله. الو، آقای سیامک دلارام؟ بله، خودمم. من خواهر توها هستم، همون جوانی که برادر شما کشتش. یه موضوعی هست که تلفنی نمیشه گفت. چه موضوعی خانم؟ آتشم میزند غم هجران تو، دل پریشانم و نفیسه بابا دیده گریان تو پسرم. به کجایی شب خاموش من که من از داغ تو سیاه پوشم. سلام. خدا بد نده، تصادف کردی؟ یه جورایی بله. میبینی؟ بین مزار برادر من و برادر شما فاصله زیادی نیست، ولی دنیاشون با هم خیلی فرق داشت. تاها جز 10 نفر اول کنکور ریاضی فیزیک بود، براش از هاروارد پذیرش اومده بود، ولی برزو دلارا خودتون بهتر میدونین کی بود و چی. من ازتون گله‌ای ندارم. نبایدم داشته باشی. برادر جلو زن تاها چاقو رو فرو کرد تو قلبش، فقط به جرم اینکه تاها یقش رو گرفته بود که چرا به زنش متلک انداخته. اون دعوای سر نوبت چرخ و فلک هم بهانه بود. ببین خانم، به خدا از زمانی که برزو اعدام شده من یه لحظه هم آرامش نداشتم. حتی پول دیگرم جلو بانک ازم زدن. اون پول که ریخته شد به حسابت. شما از کجا میدونی؟ خودم ریختم. شما ریختی؟ شاید برای شادی روح برادرم. اون پول مال خودتون بود؟ فقط من و خانوادم نبودیم که میخواستیم اون بره بالای دار. حالا که به خواستتون رسیدین
لااقل بگین کیا بودن. من نمیشناسمشون، فقط میتونم بگم چی ازمون خواستن. آفرین، آفرین. به نظر نمیاد دیگه به معلم احتیاج داشته باشی. اینطور نیست آقای دلارا؟ بله، حق با شماست. اگه بخوام میتونم این هفته دیگه کنسرت بدن. اوه، به شرط که شما هم اسپانسرمون بشین. چرا که نه؟ در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. به به، حالا اگه اجازه بدین ما درس امروزمون رو شروع کنیم. حتماً. خب جناب دلارا، بفرمایید. خب استاد، امروز باشه درسی شروع میکنیم. عجیبه. چی؟ از اینکه نتونم مشایخ منو با این غیر قیافه دیدین اصلا تعجب نکردیم. جمال زنگ زد همه چیزو گفت. همه چیزی که نه، یعنی من بهش نگفتم. چیو؟ چرا من نگفتی برزو اسم اگه برادرت شده؟ دوزی جلو بانکار شما بود؟ خب؟ خب جز برادرت که باید تقاس پس میداد قرار نبود خون از دماغ کسی بریزه. با پولا چی کار کردین؟ جمال همه رو ریخت به حساب زنداداشت. عجب، پس جمال هم جزی از نقشه بوده. ببین، کسی قرار نبود این چیزا رو بدونه، ولی وقتی دیدم داری یه بلاهایی سر خودت میاری، سر از جاهایی در میاری که ممکنه جونتو از دست بدی، وقتی اون شب شنیدم هیکل آش و لاشتو آوردن خونه جمال. خود جمال فابریکو چجوری پیداش کردی؟ از طریق مشایخ. قبل از آشنایی با من توی یه سری از این مسابقات بوکس زیرزمینی رفت آمد و شرط بندی میکرده. جمال از اونجا میشناسه. وقتی مشایخ بهم پیشنهاد ازدواج داد، گفتم به شرطی باهات ازدواج میکنم که انتقام داداشم از برزو دلارا بگیری. اونم جمال رو به معرفی کرد، گفت جمال فابریک مشتش فیلو از پادر میاره. داشتیم نقشه میکشیدیم که چجوری سرش رو زیر آب کنیم که جمال خبر آورد به جرم کشتن یه جوان گرفتنش. پس رفاقت و همکار شدنش با من واسه خاطر این بود که از جریان لحظه به لحظه پرونده برزو خبردار بشه. من ازش خواستم. آها، کیفزنا رو انده پژوهی چی؟ اونا هم آدم های شما بودن؟ آدم های جمال بودن. قرار شد پول دیه رو جلوی بانک بدزدن، ولی من ازش قول گرفتم که چند روز بعد بریزه به حسابت. این همه داستان بود. این همه داستانی که تو میدونی؟ چیز دیگه این نیست سیامک. هست، تو نمیدونی. چی مثلا؟ مثلا اینکه همون روزی که شما پولا رو دزدیدین، شبش مادرم میره ولی ادم راضی میکنه چند روزی قصاص عقب بندازن. طرف قبول میکنه اما فرداش میزنه زیر حرفش. چرا؟ چون یه ناشناس میاد و سه برابر پول دیگه رو میده بهشون به شرطی که رضایتشون رو پس بگیرن تا برزو ادام شه. یعنی چی؟ تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ تو فکر کردی تو برزو رو به دار کشیدی؟ نه، کار آدمای دیگه بوده. فقط چیزی که این وسط برای من نامعلوم اینه که برادر من یه رفیقی داشته به اسم ابی بنبست. تو این آدمو میشناسی؟ نه، کی هست؟ یه هیولا که آدمای مثل برزو انگشت کوچیکه اونم نمیشن. این آدم تو مرگ برادر تو و چند تای دیگه همونقدر مقصر بوده که برادر من. از کجا معلوم تصمیم خانواده مقتول کار اون نباشه؟ بالاخره اگه برزو زنده میمون خیلی چیزا راجبش میدونست که ممکن بود یه روزی به زبون بیاره.
من هر طور شده باید این آدمو پیداش کنم. الو جمال. آره اینجاست. من همه چیزو بهش گفتم. گوشی. سیامک، جمال میخواد با حرف بزن. حرفش هم نزن. شب بتونه تو پیدا کردن ابی بامبس کمکمون کنه. بهش بگو ریختش هم نمیخوام ببینم. سیامک. اما تو. ممکنه بره ازمون شکایت کنه. نگران نباشیم، پای شما رو نمیکشم وسط. این گرگ پیر چله های بدتر از اینم دیده. تا آخرش کنارتم. عمو یه دقیقه صبر کن، الان صداش میاد. یه دقیقه صبر کن. مامان یه دقیقه میای. قربونت بجام. وقت تنگه. چه مامان جان؟ بعد دور اقلا بری برگردی. مامان عمومه. برای یه کار کن داییام نفهم. خیلی خوب. برو به دایت کمک کن. الو. سلام سفیده. پیام میگفتن این اسباب کشی میکنی. قضیه چیه؟ دیگه آب روی حیثیت برام تو محل باقی نمونده. بچه های همسایم که مدام به پیام مطلق میگن. یه خونه اجاره کردیم نزدیک خونه ی داداشم اینا داریم میریم. ببین سفیده، من الان برای کار دیگه به زنگ زدم. شماره وکیله رو میخوام. بعد امروز ببینمش. تولید که نشد. خسته نباش. دست در نکن. قربانت، زنده باشی. شنبه دیگه میبینم. فکر نمی‌کردم بتونی از دست برادرای زنداداش جون سالم به در ببری. باز خوبه به چند تا کبودی رضایت دادن. اونا مشکلشون چیز دیگه ای بود. مشکل تو چی اومده سراغ من؟ من راجع به دعاشم هیچ چیزی نمی‌دونستم، ولی حالا فهمیدم. میخوام ببینم که چرا اینا رو اون موقع ما نگفتیم. مثلا اینکه شاکی دیگه ای هم داشت. یادت باشه من فقط تو قضیه قتل تاها وکیل برادرت بودم. یعنی شما در مورد بقیه شکایت چیزی نمی‌دونی؟ بذارم همون چیزهایی که میدونم بهت بگم و تمام. من یه وکیل تسخیری دارم با مسئولیت محدود. اتهام های برادر هم نامحدود. حکم اعدامش برای همون قتل عمد طه صادر شد. اون اول طه قرار بود اول دیهشون رو بگیرن رضایت بدن، اما بعدش منصرف شدن. چون یه دیه رأیشون رو زدن. میخوام بدونم شما اونا رو میشناسی؟ کاش متهم زنده بود. خودش بهتون میگه. چون نه من میدونم، نه میتونم راجع به اشخاص حرف بزنم. فقط چی؟ تو وسایلش که از زندان تحویل گرفتم یه دونه از این لباسای زنانه ژاپنی بود. یه کیمونو. کیمونو؟ یادم برادرتون قبل از اعدامش ادعا میکرد که این یه جور نشونه است. که یعنی میخوان کلکشو بکنن. کی اونو برش فرستاده بود؟ خودش میگفت این کار زنانه. سپیده؟ به هر حال من اون کیمونو رو همراه الباقی وسایل متهم بعد از اعدام تحویل خانمشون دادم. خب دیگه من باید برم. خداحافظ. خداحافظ. بگیرد همونشو. 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 بگیرد بریم آم. بریم آم. نه. بیا دایی جون. بیا قرمون رو تو برم. برش کن. میریم چلو بشینیم پیش خودم. آقا نبیو. یه را که برگردیم آم. برش دایی. دست شما درد نکنه. تو که هر کتک کاری نبودی؟ مادرت دیده به چه روز افتادی؟ بالاخره میگی جریان کیمونو چیه یا نه؟ واقعا راسته که دزدیدن این بانک کار آقا جمال بوده؟ جمال، مهسا، مشایخ. باورم نمیشه. آدم همیشه لگد از کسی میخوره که باورش نمیشه. پس همه اینا زیر سر این دختر مهسا است. ابراز علاقه و محبت هم همه خالی بندی بود، نه؟
اما قاتل واقعی شوهرت احتمالاً یکی دیگه است. یه آدمی به اسم ایوان بس که با ورزو تو ژاپن تا خرخره تو کثافت بودن. ایوان بس؟ وکیله میگفت فرستادن که اونو به زندون کار تو بود. من؟ نهاش. اینجا قطعی خیلط و پرتاییه که نمیخوام با خودم ببرمشون. این دومین کیمانوییه که تو این خونه اومد. اولیش کی بود؟ اولیش؟ این اولیش. اینو داداشت برام از ژاپن آورده بود. کلش که گرم میشد گفت بپوشش. کثافت عاشقال با این خاطره داشت. مجبورم میگم بپوشم. هرش قمزش ژاپنی بیا. این برای یه زن ننگه که شوهرش با یه لباس یه زن دیگه رو بهش ترجیح بده. وقتی میخواستی زنشی حرفا چیزی دیگه ای بود. انتخاب دیگه ای نداشتم الا یه جوجه مطرب تیری باقالی که چند سال ازم کوچکتر بود و سر و گوششم میجنبید. نه این حرفا نبود. یه طرف قضیه من آسوفا سیدی و طرف دیگه جیب پرفول ورزو رو. نکنه یادت رفته. ببین من اونو به تو ترجیح دادم چون بیشتر از تو دوستش داشتم. این اون واقعیتیه که تو هیچ وقت نخواستی بفهمی. هرچند که الان اسمش حالمو به هم بزنه. زندش مایه عذابم بود. مردشم کابوس منو بچه. بیاتی چقدر شوهرم شوهرم میکردی؟ الان میتونی فکر کنی روزگار پیچوندتش. خوبت خرج خیلی یارو میداد. وگرنه برزو هم یه آدم بود مثل بقیه. برزو آدم نبود سیامک. هیچ کدوممون آدم نیستیم. آره به خونه و خانوادش میرسید ولی یه بار شد از خودمون بپرسیم از کجا میاره خرجمون میکنه. هممون مثل کبک سرمونو کردیم زیر برف. به روی خودمون هم نیفردیم. هممون کرمای یه لجنزاریم سیامک. اون از اون حیوان که به خاطر زودتر سوار چرخ و ولک شدن زد جوون مردم و جلوی تازه عروسش کشت. اون از اون خانواده مقتول که سه برابر پول دیه دهنشون آب انداخت رضایتشون رو پس گرفت. اون از بابات که ده بار بیشتر بهم گفت صداشو در نیار بذار ممکنه رضایت ندن خدا بزرگه بذار پولا جمع شه. اون از آقا جمال فابریک که همه این مدت سر کارمون گذاشته بود. اون از دادش نعمت خودم که اگه شیگم سیر باشه جیبش پره پول ناموس یادش میره. اینم از من و تو که پولی که تو حساب ما ریختن و به هیچ کس بروز ندادیم سیامک. پسر من بعد وسط همچین آدمایی بزرگ شد. فقط یه نفر گفت برزو مادرت. بقیه همه گفتن پول پول پول. الو سلام چه خبر؟ ببین فرشته تو خونتون یه سی دی جا گذاشتم. فیلم اومدن برزو از ژاپن. بعد دوباره ببینمش. خیلی خوب الان راه میافتم. آقا برزوی خوش اومدی بفرما. همینجا نگه دار. نه ببین میتونی رو اون ویلچری فیکس کنی؟ باید برم سراغ اسمال چارلی. چرا اون؟ شاید اون بدون زن ژاپن یکی و چه رفتی به برزو ایوون بس داره. نمیترسی دوباره یه بلایی مثل دیشب سرت بیا؟ حتی بدتر. میترسم ولی مجبورم. مجبوری؟ همیشه زیر سایه برزو بودم. برای پدرم مادرم سفیده. وقتش از این تاریکی در بیام. صبر کن منم میام. تنهایی برم ارتب. اینه بی بنبست که میگی به اندازه برزو تو مرگ برادر من مقصر بوده.
نبوده؟ تو راست راستی میخوایی با مشایخ ازدواج کنی؟ تو پیشنهاد بهتری داری؟ نمیدونم. فرق بین مردای دیروز و امروز همینه. اونا خیلی مطمئن میگن آره یا نه، ولی شماها نمیدونم، شاید، ببینیم چی پیش میاد، احتمالاً. فکر میکنه اگه برادر زنده بود به این وضعیت رضایت میده؟ سید کریم اگه زنده بود داستان من به اینجا نمی‌کشید. یادم گاهی از ژاپن که برام نامه می‌نوشت به شوخی می‌گفت چند تا از دوستای ایرانیش اونجا واسم نشون کرده. می‌گفت بچه‌های ایرانی تو ژاپن آدمای نجیب و زحمت‌کشین. گیریم چند تا نخاله‌ام توش. چه خبر شده اونجا؟ تو ماشین بمون. مرکز ماموریت انجام شد، در حال انتقال متهمین هستیم. تمام. پاسی گرفتنشون. مواد، مواد فروشی. خیلی آشکالی پسر، گفتم داداشون گور به گور شدم یه آدم فروش میشه مثل خودش. دره هیچ زندونی تا الان دسته نمیمونه بچه سسور. بیان بیرون امونه دمیدن. حیف کتک هایی که به خاطر تو خورده. آروم سر بابا دست خودم نمیده. دوباره نماشه. میگیرمشون بیچو زود را بیاف چی شده؟ برو بهت میگم تو مطمئن این همون آدمه؟ گفتی جمال اجیرش کرده بود داره؟ خودش که اینجوری میگفت خونه برای تاشنا نیست؟ نه بریم کجا؟
بیا. جمال من آورده بودن اینجا. تو بمون، من میرم توی یه سر گوشی آب بدم. منم میام. خوش اومدیم. اه؟ بحث خانم هم که اینجاست. صفا آوردی؟ اومدیم ببینیم شبایی که جواب تلفن نمیدی مهمون کی هستی؟ نمیدونم ما مهمون دنیاییم یا دنیا مهمون ما. کی مهمون کیه؟ آسیا؟ فلان که هرکی برکیه. تو اسمال چاری رو فروختی به پلیس داره؟ توی خیابون که میری نگاه دوره برات بنداز تا فهمت چه آشغالای امسالمون چجوری این همه جوونه دارن میفروشن به خماری و نشگی. تا دستم بود خودم میکشتمش. شما طرفا چیکار میکردی؟ کیمونایی که برای برزو فرستادن زندون، زن ژاپنی تو فرودگاه، مرافع بی بنبست برزو سر دختر چشم بادمی تو ژاپن. گفتم شاید اسمار چارجی راجب اینا چیزایی بدونی. اما انگار اومدن به اینجا کارمون راحت تر کرد. دنبال کلید بودیم، رسیدیم به شاه کلید، جناب ابی بنبست. امشب شب تولدشه. این بساطی هم که میبینی را انداختم به خاطر اینکه نتونستم فامیلاشو از ژاپن دعوت کنم اینجا. من فرستادم بالای دار. سه برابر پول دیگه رو من به خانواده مختوم دادم. پولش هم از شرکت تو همین مبارزه‌ای کثیف گیرم اومد. چون داش نامردت عشق من از من دزدید. گم نمیشد بگم عاشقشم. برز رو واسطه کردم که بره باهاش حرف بزنه. اما اون بی‌معرفت طرف واسطه خودش تیکه گرفت. خانواده مختوم آدمای پوردوستی نبودن. دخترش بهم گفت بابام بردم به خونه و شبش که اومد گفت برز باید 10 بار اعدام شه. کجا بردینش؟ چی بهش گفتین؟ فقط اینکه عشق تو دزدید. میتونی بپرسی چی بهش نشون دادید؟ برو مراقب اطراف باش بی بوته.
معرفی میکنم. نانا میهای شیبارا، زن داداش سابقت. نانا میهای شیبارا یه معلم ساده‌ای بود توی میاماتو که پدرش یه کارخانه کوچیک و رستک‌سازی داشت. یه سفر رفته بودم توکیو. وقتی برگشتم دیدم با هم دیگه ازدواج کردن. همونجا بودم که میخواستم بزنم بکشمش نامردو. اما دیدم نانامی عاشق برزوه و منم عاشق نانامی. دیدم رسم عاشقی نیست. داغ به دل کسی بذارم که دوستش دارم. به خاطر همین شال و کلا کردم که برگردم ایران. برزو گفت منم میخوام برگردم. با نانامی که عاشق ایران بود. داشت هیچ وقت هیچی از من مخفی نمیکرد. اما اونجا فهمیدم مثل این که نه، یه خبراییه. فقط عشق میتونست زن رو راضی کنه که بردن شیشه و شابو روی پوست سر و شکمش کار خطرناک نیست. برزو اولین وارد کننده شیشه به ایران بود. کاش هیچ وقت مادرت اینا رو نفهمه. من موهای بلند و قشنگ داشتم. من عاشق موهاش بودم. اما برزوی کثافت موهاشو از ته تراشید و با لاتکس روی سر و شکمش یه پوست دوم قالب گرفت و شیشه رو زیر جاسازی کرد. تو فرودگاه سنگاپور دیگه نمیتونستم راه برم. ترسیده بود. فلج کامل. همون که رسید مهرآباد، برزوی نامرد نانامی رو که دیگه نمیتونست از روی ویلچر بلند بشه، سپورت به من و با گاوبندی اسمال چارلی کاری کرد که بازرسی فرودگاه حواسش پرت بشه و من و نانامی بتونیم همونجا رد بشیم. فردای اون روز اومد سراغم و من تازه فهمیدم که داستان از چه قراره. برزو فقط برای بردن مواد اومده بود. دیگه کاری به این نداشت که این زن بدبخت چطور چند شبان روز اون همه شیشه رو سرش تحمل کرده بود. شیشه همه پیاز موش رو سوزونده بود. برزو دیگه سراغ نانامی نیومد. ازم خواست که یه جوری دیپورتش کنم ژاپن. اما من نمیتونستم. محبتش حالمو عوض کرده بود. ازش خواستم همینجا پیشم بمونه. نانامی اینجا رو دوست داره. اما از برزو متنفره. برای همینم آرزوی برگشت به ژاپن با کیفر برزو تاخت زد. الان 10 سال روی این ویلچره. از اعدام برزو چند وقتی نیست که داره میگذره. اما حالش کمی بهتر شده. پاهاش داره تکون میخوره. اگه خوب نگاه کنی میبینی موهای سرش هم کم کم داره در میاد. میبینی بچه، حس انتقام آدمو زنده میکنه. اما باعث نابودی گناه و مسبب گناه نمیشه. تو پهلو حرف میزنی جوجه. خیلی خوب، سر راستش میکنم. تو بازی دادن و سر کار گذاشتن آدما تو دست کمی از برزو دلارا نداشتی. به قول اسمار چارلی، مجسمه برزو رو تو غربت ابی بنبست ترشید. این زن بیچاره میدونه تو ژاپن چه کثافت کاریایی کردی؟ نانامی به حد کافی اذیت شده. اون کثافتی که میگی تو همون ژاپن دفنش کردم. دیگه حتی نمیخوام ثانیه‌ای بهش فکر کنم. دیگه نمیشناسمش. عشق نانامی منو به خودم آورد. تو اصلا میفهمی عشق یعنی چی؟ آره، عشق فرشته رحمته. اما قاضی خوبی نیست. بدبختی ما آدم‌ها اینه که هیچ وقت نمیخوایم مسئولیت گندایی که تو گذشته زدیم به گردن بگیریم. اونا در باره کی حرف میزدن؟ چیزی نیست. من با یه آدم دیگه اشتباه گرفتم. حالا کجا با این عجله؟ میرم دنبال زندگیم، موسیقیم، درسم، خانواده‌ام. دیگه با مرده‌ها کاری ندارم. ولی رفیق، اگه تو این شبا تو خواب و کابوس دبی بمبست اومد سراغت بهش بگو برزو دلارا با مرگش تقاص گناهاشو داد. تو چجوری میخوای تقاص بدی؟ ولی من از حقم نمیگذرم. تو ماجرای مرگ برادرم برزو همونقدر مقصره که تو. میرم سراغ اون قانونی که اونو کشید بالای دار، ببینم با تو میخواد چی کار کنه. حق نداری پاتو از اینجا بذاری بیرون. عقب جلال، برزو رو کشیدی بالای دار، اسمار چالی رو کردی تو زندون. با من مهسا میخوای چی کار کنی؟ برو کنار سیامک، برو کنار. دلش کن عوضی، برو کنار اون روی برو برو. آیا من دیگه بی نیستم.
دلم میخواست زندگی ما از نو بسازم با عشق نانمی ساز تو صدای خودم، اما نشد که بشه.
سر این در و اون در میزنه، میاد بیرون از تو شبا، گم میشه حق آدم ها، جون میکنن تو تنشون، مرده مردن همشون، تو نگاهشون عشق و خونه، جوبای خشکشون لنگ بارونه، صفره هاشون پر از بغض و بینونه، باغچه هاشون پر از بید مجنونه. باغچه هاشون پر از بید مجنونه.